قسمت سوم کتاب سیبا زینب، دوران زندان زیبا ناور. یادم می آید از یک دختر 20 ساله پیکاری با چهره گرم و مهربان. او کوتاه به من گفته بود وضعیتش خطرناکه و احتمالاً اعدامش می کنن. شبی که یک دفعه او را با آن لحن خشن از بلندگو صدایش کردم، رنگ رخش پرید، به آرامی برای رفتن حاضر شد و از همه خداحافظی کرد. نهایت استراب در وجودش مشهود بود. او رفت و لحظاتی بعد وسایلش را خواستم. همه چیز معلوم بود و ما همه آرام و مات شاهد وقایع تلخ و دردناک این برهه تاریخ جامعه‌مون بودیم. بعضی وقتها به اعدامی‌ها قبل از اعدام امکان ملاقات با همسرانشان را می‌دادند. بعد همسران این افراد با شنیدن رگبار و تیراندازی جیغ می‌کشیدند. و از یک دختر مشهدی یادم می‌آید که زندگی و داستان او روی من و حتی تصمیم گیری های اساسی زندگیم خیلی اثر گذاشت. اسم او پروانه بود. در یکی از شبهای تیراندازی پروانه یک دفعه جیغ بلندی کشید و حالش به هم خورد. او مرتب محسن محسن می کرد. بعدها درباره او شنیدم که دیوانه شده و او را مدتی به شوفاژ اتاق بسته بودند. یک روز برفی در زمستان یک مرد محسن از آن حزب اللهی های ساده و مؤمن که برای رضای خدا در زندان کار می کرد، ما 7-8 نفر را به بند برمی گرداند. در بین راه من گفتم برادر، چند لحظه اجازه بدهید ما چشم بند های من را برداریم و به آسمان و برف نگاه کنیم. نمی دانم چه شد که بر دلش افتاد به ما اجازه دهد. من با خوشحالی به آسمان نگاه کردم و چند نفس عمیق کشیدم و با به 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 بقیه گفتم بچه ها برفا رو چقدر قشنگم. چند لحظه بعد آن مرد آمرانه گفت راه بیفتید، زود باشید، چشمبندها را پایین بزنید. چند قدمی نرفته بودیم که او گفت امروز شما باید چیزی را ببینید که برایتان درس عبرت باشد. بیایید جلوتر، بیایید. حالا چشمبندهایتان را بردارید و خوب نگاه کنید. خوب چشمانتان را باز کنید. آنجا، آنجا. انگار او برای ما چند دقیقه شادی و نشاط را هم نمیتوانست ببیند. وای، وای، ما چه دیدیم؟ جسدهای کنار هم افتاده چند مرد و زن خونین، رنگ پریده و وحشت برمون داشته بود. مرد محسن ادامه داد میبینید، رهبرانتان را نگاه کنید. آن زن با اون موهای رنگ کردش اشرف ربیعی، کنارش هم موسی خیابانیه و بقیه هم نگاه کنید. بعد او رو به من کرد و گفت ببین رهبرت چه آرام خوابیده، عبرت بگیر. گروه گروه بچه ها را می بردن تا آن اجساد را به آنها نشان دهند. اواخر اسفند ماه 1360 بود. 4 ماه بیش نبود که در بند بودم. در این بعد از ظهر پنجشنبه خیال من راحت شده بود که تا 2 روز صدای بلندگو را نداریم که با خشخش ناهنجار خود وحشت به بازجویی خواندن را بر تن من بیندازد. حدود ساعت 3 یا 4 بود که یک دفعه ناغافل صدای بلندگو با لحن تند و خشن خواهری بر سرتاسر بند تنین انداخت. سیبا معمار نوبری به دفتر بند. روزی که انتظارش را می کشیدم فرا رسیده بود. پریشان و مضطرب چادر به سر کردم. با نگاهی نگران به بچه ها به طرف دفتر بند روانه شدم. خواهر معصومه با نگاهی تند و مزنون آمرانه به من اشاره کرد که در گوشه ای بنشینم. بعد از آن از پشت بلندگو مسئول اتاق ما را خواند که وسایلم را به دفتر بند بیاورد. مشخص بود اتفاق جدیدی افتاده
و ورق تازه‌ای از زندگی برای من باز شده است. ما را چشم بسته سوار یک ماشین استیشن مانندی با در کشویی کردم. مثل مینیبوس نبود که در مسیر راه چشمانمان را باز کنند. توی ماشین تاریک بود. نفهمیدم کجا می رویم و هیچ وقت این جای معروف به کمیته مشترک و بند 3000 را نشناختم. بعد از پیاده شدن از دهلیزی عبور کردیم. بازجویی اولیه یک سوال و جواب ساده بود. ولی از همان سوالات و تمرکز آنها روی همسرم احساس کردم که مسائلم در ارتباط با آلیس و او دستگیر شده است. این بار از ترسم اسمم را دقیق و اسم علی رضایی را هم به عنوان همسرم دادم. کمیته مشترک یا بند 3000 جایی بود که بیشتر سران گروه ها به ویژه چپی ها را آنجا می بردن. سیستم بازجوییشان با افراد مجرب و خبره متفاوت از اوین بود. سلول های اتاق ها دور یک محوطه فلک مانندی بودن که از وسط دایره دور تا دور میله و نرده و روی آنها برزنت کشیده شده بود. برای همین نمی توانستی طبقه دیگر را ببینی. هواخوری ما هفته دو سه بار در همین محوطه دایره مانند بود. امکانات زندگی در مقایسه با اوین خیلی محدود بود. در واقع آنجا برای مرحله بازجویی و دوره قبل از محاکمه اختصاص داده شده بود و افراد زندانی مدت زیادی آنجا نمی ماندن. من حدود 2 ماه آنجا بودم و دادگاه مسخره چند دقیقه‌ای و تشریفاتی ما همانجا تشکیل شد. اتاقهای مختلف از کوچک تا بزرگ آنجا بودند. نصیب من اتاق بزرگی با مساحت حدود 3x5 می شود. در همان پنجشنبه شب من به آن اتاق برده می شدم تا روز شنبه بازجویی شدم. این فاصله زمانی برای وفق دادن خودم با آن شرایط جدید خیلی خوب بود. در این اتاق 5-6 نفر بودیم. یک زن 70 و چند ساله سلطنت طلب، یک زن 60 ساله کودتاچی در رابطه با کودتای نوژه، یک زن 27-28 ساله طرفدار مجاهدین در رابطه با بمب‌گذاری در ساختمان نخست وزیری و کشته شدن رجایی و باهنر، فروزان یک دختر بانمک 18 ساله رنجبری و آسیه یک زن 30 ساله طرفدار سهند که 7-8 روز پیش مهمان ما نبود. هرچند وضعیت سیاسی اعتقادی هم اتاقی‌هایم هم برایم اهمیت داشت، ولی در آن اولین روزها درگیر مسائل خودم بودم. در ارتباط با آسیه متوجه دستگیری تعدادی از بچه‌های سهند شدم، ولی چگونگی این ضربه و شدت حدت آن معلوم نبود. در آن تنهایی و نیاز به همدلی دل به دریا زده و به آسیه گفتم که من هم سهندی هستم و شروع به صحبت با هم کردیم. آسیه از اهالی شمال ایران، زنی لاغر با صورت استخوانی و مربعی بود. لبهای نازکی داشت و میمی که صورتش در حین صحبت خیلی تغییر میکرد. او سرش را یک طرف میکرد و مرتب دستهایش را با حالت خاصی حرکت میداد. طوری با احساس و هیجان بدنش را تکان میداد و حرف میزد که آدم نگران از دست دادن انرژی او میشد. وقتی او را برای بازجویی صدا میکردم، لرزش و اضطراب خاصی پیدا میکرد و به شدت دست پاچه میشد. به نظر نمیرسید از افراد سرسخت و مقاوم باشد، ولی از نظر اعتقادی سر موضع بود و در بحث و گفتگوی سیاسی ایدئولوژیکی فن بیان قوی داشت. از فرط نیاز به همفکر سیاسی اعتقادی روزهای اول عمدتاً تمام وقتم را با او می گذراندم. بحث‌ها و تحلیل‌هایش برایم جالب بود. از نظر تئوریکی در سطح پایینی نبود. وابسته به او شده بودم. هرچند آنچنان مهر و محبتی در دلم به او نبود. به آن فروزان رنجبری ضد انقلاب گرایش عاطفی و احساسیم بیشتر از آسیه بود. چند سال بعد در قزلهزار این احساس درونیم صحت خود را برایم روشن‌تر ساخت. باری روز شنبه حدودهای ساعت 10 تا 11 صبح
مرا برای بازجویی صدا کردند. دلهوره برم داشته بود که آیا علی یا بچه های دیگر دستگیر شدند؟ مسائلم لو رفته، وضعیت گروه چگونه است و غیره. در حین عبور از راهرو صدایی به گوشم رسید. میشه من خانمم رو ببینم؟ میشه؟ به صورت مبهمی این صدا برایم آشنا بود. مجموعه شرایط از آن سؤال و جواب اولیه، حرفای آسیه و حالا این صدا، این احساس را در من تقویت کردند که من در رابطه با علی بازجویی خواهم شد. در اتاق بازجویی دو نفر شروع به بازجویی از من کردند. طبق معمول سوالهای رایج بود. من باز شروع کردم با صدای ظریف و مظلومانه: بله برادر، من اصلا سیاسی نبودم، به خاطر آزادی و مخالفت با حجاب و و و و و تکرار حرفای قبلی، که یکی از آنها حرفایم را قطع کرد و با لحن تندی گفت: این چرت و پرت ها رو بذار کنار دیگه و حقیقت رو بگو. باور کنین همش حقیقته، باور کنین. وقتی خواستم دوباره فیلم بازی کنم، دیگری گفت: ببینم، تو حاضری کتبم بنویسی که اگر ما خلاف گفته های تو را ثابت کنیم، حق داریم تو را اعدام کنیم؟ با فکر اینکه آنها به من یک دستی میزنن، با حالت ناله و گریه ساختگی گفتم: باشه برادر، می نویسم، امضا می کنم، ولی اگر منو اعدام کنید، بعدن خواهید فهمید که یک دختر بیگناه را کشتید و خودتان احساس گناه خواهید کرد. اینجا آن بازجوی خشن عصبانی شده گویا یک سیلی به من زد و گفت: مثل اینکه این حرف حساب حالیش نمیشه. در ادامه برخورد او، آن بازجوی دیگری گفت: من فکر میکنم بسه، بذار بهش نشون بدی. قلبم شروع به تاپ توپ کرد. صحنه تعیین کننده زندگیم را در شرف وقوع میدیدم. هیجان وجودم را فرا گرفته بود. صدای بازجویم آمد: علی بیا تو. حد زده بودم علی دستگیر شده، ولی مطمئن نبودم. با این جمله حدسم به یقین تبدیل شد. در این فکر بودم که چه بر سر علی آمده، شکنجه شده، پاهایش زخمی و پانسمانی است و انواع فکرهای مختلف. در لحظه آمدن او به اتاق، تمام وجودم متمرکز در این حس گردید که آیا او در حین راه رفتن آرام آرام پاهایش را خواهد کشاند. این علامتی بود از پاهای شلاق خورده پانسمانی و زخمی. تا آنجایی که می توانستم تلاش کردم از زیر چشم بند پاهای او را ببینم. دلم نگران پاهایش بود. و علی آمد. او آمد و چه راحت و سور و تند آمد. تاپ 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 تاپ، درست برخلاف انتظار من. بازجوی خوش اخلاق شروع به خوش و بش و احوال پرسی صمیمانه با علی کرد: چطوری علی، خوبی؟ طوری که فکر کردم علی چشمند هم ندارد. احساس میکردم خواب میبینم. یعنی چه این صمیمیت و برخورد دوستانه؟ ما که با آنها دوستی نداریم. و بازجو ادامه داد: خب علی، اسم خانمت چیه؟ سیبا معمار نوبری. عضو چه گروهی بود؟ سهم. اولین پت که محکم بر سرم خورد، کلمه سهند سهند توی سرم به چرخش و تکرار بی‌وقفه افتاده بود. نه، امکان ندارد. و اینقدر بی تأخیر و بی مکس، محمل و پوشش ساختگیم دیگر بی اثر شده بود. خب سیبا چه مسئولیت هایی داشت؟ و علی گفت: مسئولیت کمیته خراسان، کمیته قرچک و کمیته جوان مرد قصام. خوب کردم، شوکه شدم، نفسم در سینه حبس شد. نه نه نه، باورم نمی شد. چطور ممکنه؟ علی هم رزمم، همسرم، یک سهندی، این اصفه انقلابی و این طور راحت و بدون فشار؟ صدای قرچ قرچ شکسته شدن علی را در جلویم می دیدم. تمام وجودم می کوشید دیدن و باور این صحنه را نفی کند، ولی واقعیت تلخ با تمام قدرت خود را به من
تحمیل می کرد. در هم ریخته و پریشان شده بودم. لحظه دردناک و سنگینی بود. باورم نمی شد او همکاری کند و آخر اگر همکاری نبود و او را به زور و فشار وادار کرده بودن، پس چرا اینقدر راحت 3 تا مسئولیت من را پشت سر هم گفت؟ می توانست حداقل یکی را بگوید، بعد باز تحت فشار وادارش کنند که بیشتر بگوید، نه اینکه هر آنچه از من می دانست ردیف کرده و بلافاصله بگوید. چه خوب که بیشتر از اینها علی از من نمی دانست. به دنبال این گفتگو علی ملتمسانه گفت: حالا میتونم یه لحظه سیبا رو ببینم؟ میتونم؟ خواهش میکنم، فقط یک لحظه. بازجو لحظه ای درنگ کرد، مردد بود، ولی انگار در مقابل همکاری و خواهش های او احساس خجالت و دین کرد و گفت: خب باشد، اما فقط یک لحظه. علی عاشق دیوانوار با سرعت به طرف من آمد، جلوی پای من نشست و دستهایش را روی دو زانوی من گذاشت. سیبا، سیبا، حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ صندلی من رو به دیوار بود و بازجوهایم پشت من بودن و علی زانو زده جلوی من. چشم‌بندم کمی بالا بود. علی را می توانستم ببینم. مثل مجسمه بی حرکت و مثل بیماران روانی که به جایی خیره می شوند، ما تو مبهوت به علی نگاه میکردم و علی تکرار میکرد: سیبا، سیبا، حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ و زانوهایم را تکان میداد. بعد از لحظاتی خیره شدن در پاسخ به سؤال او، فقط صدای هم هم از من بیرون آمد. نمیدونه چقدر دلم برات تنگ شده و سیبا، و سرش را پریشان تکان داده و روی زانوی من میگذارد: بگو که حالت خوبه، حرف بزن، حرف بزن عزیزم. هم هم. و با صدای ضعیف و پایین آوردن سرم میگویم ها. علی میخواست حرفایش را ادامه بدهد که بازجو گفت: بس علی، پاشو، پاشو. بعد از رفتن علی از پیشم فکر کردم شاید بازجویم مرا تحت فشار قرار دهد که اقرار کنم و بنویسم، ولی انگار او دریافته بود که من در چه بحران سخت و شدیدی هستم و با کوچکترین فشاری در آن لحظه امکان متلاشی شدنم وجود دارد. او بدون هیچ کلامی در را بست و بیرون رفت و من ماندم و من تنها در آن اتاق خالی. بعد از لحظاتی چشم‌بندم را بالا زدم. آری، خواب نبودم. چشمانم باز بودن. دستم را به سوی دیوار شیری رنگ اتاق کشیدم و بر روی دیوار فشار دادم و باز هم فشار دادم و دوباره دستم را روی دیوار کشیدم. آیا من واقعا بیدارم و این دنیای اطرافم واقعی است؟ ولی لمس دیوار و فشار بر آن صحه بر آن واقعیت می گذاشت. شاید بیش از نیم ساعت بی حرکت با چشم‌بند بالا زده خیره به گوشه ای ماندم. عقربه های ساعت حرکت می کردن، ولی زمان برای من ایستاده بود، به راستی ایستاده بود. بعد از مدت زمانی، نیم ساعت، یک ساعت، نمی دانم کمتر یا بیشتر، بازجویم آمد و بدون اینکه از من سؤالی بکند گفت: پاشو، تو را به اتاقت ببرم. نمی دانم چرا این بازجو از همان ابتدا در من احساس خوبی را به جای گذاشته بود. سالها از آن واقعه می گذرد، اما از او نه تنها نفرتی در دلم نیست، بلکه یک جورهایی احساس و کشش عاطفی به او دارم. صدایش برایم دلنشین بود. با زحمت می کوشیدم با نیروی منطقم که به من حکم می کرد او بازجوست و نماینده رژیم ضد مردمی، این بارقه های احساس خوب را در خودم بکشم. یعنی چه یک مبارز انقلابی از دشمن در جبهه مقابلش خوشش بیاید؟ نه، امکان ندارد. غافل از اینکه احساس مرزی نمی‌شناسد و اراده و منطق جبری شاید مقطعی ولی دراز مدت عاجز از مهار احساساتند. آن لحظه که او به علی گفت بسه، پاشو،
و بعد بستن در و تنها گذاشتنم و بازجویی نکردن همه احساس مرا به او بیشتر کرد. من میبایستی در آن شرایط به خودم رها و واگذاشته میشدم تا کمی به خود آیم. او این را فهمید و حداقل عملش اینطور بود. شاید هم به این علت که اطلاعاتم دیگر بعد از 4 ماه ارزش آنچنانی نداشتم و با خودش میگفت حالا که ضرورت مبرمی نیست چرا این زن را تحت فشار قرار دهم. اما این باور من است که در تمام قشرهای انسانی حتی جنایتکاران نیز میتوان انسانهایی با احساس و منعطف یافت. من به بند برمیگردم. شب سختی بود. حالا دیگر شرایطم کاملا فرق کرده بود. پته محمل ساختگیم روی آب ریخته بود. حالا فعال سیاسی گروهی بودم، شدیداً ضد رژیم، معتقد به مبارزه مسلحانه و متحد کموله و باید هم برای این مسئولیت‌های لو رفته اسامی افرادی را می‌دادم. 25 نفر زیر دستم فعالیت می‌کردند. چه نقشه و کروکی باید ارائه می‌دادم که کمترین ضربه را به گروه داشته باشد و ده‌ها مسئله دیگر که فکرم را مشغول کرده بودند. صبح روز بعد آرامتر شده بودم. خودآگاه و ناخودآگاه درونن آرامش داشتم. بالاخره بار فشار اطلاعات از روی دوش من برداشته شده بود. من در پیشگاه خودم پاک و منزه و سربلند بودم و بعد هم در نزد دیگران. آخر مسائلم از کانال من لو نرفته بودم و این آرامم میکرد. در این مدت تا بازجویی بعدی توانستم مسئله علی را هضم کنم و خودم را با شرایط جدید وفق بدهم و این کمک بزرگی برای من بود. منطق غالب آن زمانیم میخواست به من بقبولاند که باید از علی و رفتار او متنفر باشم. آخر او بدون تحمل هیچ فشار و شکنجهی به گروه من ضربه زده بود. القاعات قهرامیز و پرتنفر احساسم را احاطه کرده بودند تا او را به موضع‌گیری وادارش کنند. اما عجیب، من احساس بدی به علی نداشتم و از او متنفر نبودم. درونم فریاد می‌کشید که او خیانت کرده، ولی این صدا به سرعت محو می‌شد. من باز می‌دیدم که او را همسرم می‌دانم. باز می‌خواهم ببینمش و حتی در عمق وجودم باز دوستش دارم. انگار او نبود که روز گذشته آنچنان لحظات دردناکی برایم به وجود آورده بود. پس چی شد؟ بت سیاسی، بت انقلابی و بت همرزمی او برایم شکسته بود، اما وجود احساسیش برایم احیا بود و من هنوز می‌خواستمش. در بازجویی روز بعد ساعتی خود را با برگه‌های بازجویی مشغول کردم. از این ور و آن ور نوشتم. نصف اسامی درست، نصفشان الکی و از خودم کروکی کشیدم تا به این فعالیت‌ها رنگ و روی قابل قبول برای بازجوهایم دهم. هر از چند گاهی بازجویم تشری به من می‌زد که کلک نزنم و حقایق را بنویسم. ولی دیگر اصراری در جزئیات آن نمی کرد. 4-5 صفحه راست و دروغ قاطی پاتی با استفاده از اطلاعات سوخته و ساختگی به انضمام طرح بحث‌های سیاسی که صفحات را پر می کرد نوشتم و آن را به پایان رساندم. موقع انتقال به بند از بازجویم تقاضای ملاقات با علی را کردم، ولی او گفت باشه بعدم. دیگر بازجویی خاصی نداشتم. باید منتظر دادگاه می شدم. کم کم وضع برایم عادی شد. به آسیه و هم اتاقی هایم مابقا را تعریف کردم. دیگر دلیلی برای پنهان کردن اسم گروه و وضعیت سیاسیم نبود. بعد از مدتی آسیه را از پیش ما بردن. حالا من مانده بودم و 4 تا هم اتاقی های دیگرم که هیچ بچه مشترک سیاسی اعتقادی با آنها نداشتم. به اتفاق برای هر کداممان لقبی تعیین کرده بودیم که علارغم خنده‌دار بودن همه موافق بودیم.
به آن خانم 70 و چند ساله سلطنت طلب با موهای درست کرده و ناخونهای بسیار بلند خانم لرزان می گفتیم. هر وقت او را صدا می کردن یا کسی از زندانبانان می خواست با او حرف بزند، چنان ترس و وحشت او را فرا می گرفت که تمام بدنش غیر عادی می لرزید و نمی توانست حتی کلماتی را پشت سر هم بگوید. حتی با آن پیرمردی که صبحا برای ما صبحانه و چایی می آورد، با حالت لرزان و با فاصله حرف می زد. خانم لرزان به نظر ما بالای 70 سال سن داشت و جراحی های زیبایی و پلاستیکی در گردن و صورتش معلوم بودند، ولی او به هیچ وجه حاضر به ابراز سن واقعی خود نبود و بسیار هم معترض می شد که او را بالای 60 سال بدانیم. او هیچ وقت موهای درست کرده خودش را نمی شست. در برابر سوال مکرر ما که چرا این کار را نمی کند می گفت نه، مدل موهایم خراب می شود، و همیشه مواظب بود مبادا ناخونهای بیش از حد بلندش بشکنند. او از نزدیکان و دوستان مادر فرح دیبا بود. خاطرات جالبی از زندگی خود برای ما تعریف می کرد. رفتار، حرکات و طرز صحبت کردن او تشریفاتی، رسمی و غیر عادی برای ما بود، ولی ما در مجموع او را دوستش داشتیم و به آن ناز و عشوه و ادا اطوارهایش خو گرفته بودیم. ساعات شادی و خنده ما با او کم نبودن. به خانم 60 ساله سبز رو و لاغرندام کودتاچی لقب گریان داده بودیم. هر وقتی که در باز می شد و پاسداری دم در می آمد، شروع به گریه می کرد. او حتی خواسته ها و تقاضاهایش را با گریه می گفت و ما آن پشت همراه گریه های او می خندیدیم. دست خودمان نبود. آخر همه این صحنه ها خنده دار بودن. هر بار که او را گریان صدا می کردیم، خودش هم خندش می گرفت، ولی جواب می داد. در آن اتاق بزرگ ساعتهای زیادی با هم قدم زدیم. من با اشتیاق شنوای داستانهای زندگی او بودم. برای درسهایی که من از این دوست عزیز کودتاچی من فرا گرفتم از او ممنونم. به خانم دیگر 27 ساله طرفدار مجاهدین که در رابطه با جریان بمبگذاری در ساختمان نخست وزیری دستگیر شده بود لقب نالان داده بودیم. گویا او حامله بود. وای که این زن چقدر ناله و شکوه می کرد. او یک زن خانه‌دار معمولی بود که ناخواسته با این جریانات در ارتباط قرار گرفته بود. رفتار، گفتار و طرز برخوردش اصلا سیاسی نبود. لذا دستگیری، بازجویی، محاکمه و اساساً زندان برایش خیلی سخت و سنگین بود. ما باید می کوشیدیم این خانم نالان را در آن فضای محدود با آن امکانات محدودمان به تفریح و سرگرمی بکشانیم. یکی از کارهای او برای ما، یا بهتر بگویم عمدتاً من، این بود که با نخهای حوله ابروهای من را برمی داشت. لقب فروزان آتش افروز خندان بود. فروزان، این دختر 18 ساله صورتگرد، ناز، شاد و بشاش، حتی در آن شرایط زندان می خندید. ساعات لذت بخشی من با این فروزان رنجبری ضد انقلاب داشتم. ساعاتی که هر لحظه بر پوچی و واهی بودن آن چارچوب‌های ساخته شده سهه می‌گذاشت. و اما اسم من آشغال جمع‌کن بود. هر جا و هر چی اینور و اونور پیدا می‌کردم جمع می‌کردم. سر شامپو، سر خمیر دندان، هسته خرما، استخوان توی غذا، سنجاق و هر چی که در دسترسمان میشد. از این آشغال‌های با ارزش مهره‌های بازی شطرنج درست کرده بودم و با فروزان بازی می‌کردم و نیز چیزای دیگر، البته نه به قشنگی کارهای بچه‌های اوین. من قبلا کمی شطرنج بلد بودم، ولی در زندان از ابعاد جدیدی به این بازی توجه پیدا کردم. تحلیل‌ها و آنالیزهای من و فروزان درباره این بازی و دریافت شخصیت‌های انسان‌ها از نوع بازی آنها جالب بودند. به هر حال به من هم لقب بزرگ و مهم آشغال جمع کن عطا شده بود. لرزان، گریان، نالان، خندان و آشغال جمع کن
افراد گرامی این جمع ما بودند. تجربه و دوره جالب و آموزنده‌ای برای من بود. من در دنیای بیرون هرگز حاضر نبودم بر مبنای اعتقادات کلیشه‌ای خودم با این افراد که همه از نظر ما ضد انقلاب و مطرود بودند ارتباط بگیرم، اما جبر زندگی مرا در کنار آنها قرار داد تا در آن چهار دیواری محدود از فرط نیاز به اجتماع انسانی با آنها متمایل شده و به دنیایشان وارد شوم و شانس ورق زدن برگ‌هایی از کتاب زندگی آنها را داشته باشم. این شنیده‌ها مرا از دنیای محدودم خارج کردند. با فزونی دانش و شناختم ملایم‌ترم نمودند و با ایجاد شکاف در کلیشه‌های جمود راه را برای شکست شدن کامل آن جمود ذهنی هموار ساختند. از برنامه‌های دیگرم در این اتاق ورزش روزانه بود. حداقل روزی 1 تا 2 ساعت نرمش و ژیمناستیک می‌کردم. گاهی فروزان با من همراهی می‌کرد. اندامم خوشپر و قشنگتر و عضلاتم سفت و محکم شده بودند. از خودم لذت می‌بردم. در روز ما را 3 بار دستشویی و توالت می‌بردند و هفته‌ای 1 یا 2 بار حمام. در آنجا با کنجکاوی لباس‌های آویزان دیگران را برانداز می‌کردیم تا شاید نشانه‌ای از آشنایی، دوستی از بندهای مجاور بیابیم. ارتباط به هر طریقی با افراد دیگر برای من اهمیت داشت. در موقع صبحانه و غذا آوردن هم 6 دنگ حواسمان را جمع می‌کردیم تا شاید از گوشه و کناری متوجه صدای زندانی دیگری شویم. در این دوره 2.5 ماهه در کمیته مشترک ملاقاتی با خانواده هم نداشتم. به نظرم هیچ کدام از خانواده های زندانیان از بستگان خود در این زندان خبری نداشتند. تنها ملاقات های داخلی بود، یعنی ملاقات زندانیان وابسته به هم که من هم یکی از آنها بودم. به من 1 بار اجازه ملاقات با علی را دادند. ملاقاتی که مطمئنم بارها و بارها علی برای آن التماس و خواهش کرده بود. من هم انتظار آن را می کشیدم. این ملاقات برایم بسیار اهمیت داشت. نه بیشتر از آن جنبه که بعد از مدتها علی را می بینم، بلکه این مهمتر بود بدانم چه پیش آمده، از گروه چه خبر داره، چرا همکاری کرده، چه کسانی با او دستگیر شدند، وضع او در 4 ماه بعد از من چه بوده و 10ها سوال دیگر. نمیخواستم و نمیتوانستم علی را به خاطر کاری که کرده نفی و تردش کنم. میخواستم او حرفایش را بزند، علت همکاریش را بگوید. این برایم معمای بزرگی بود. کسی که با زور و کتک وادار به گفتن چیزی شود، اطلاعاتش را ناقص و کوتاه و ساختگی میدهد یا از اطلاعات سوخته استفاده میکند، ولی در همکاری اختیاری با جوشش از درون همه مسائل را راحت و با اشتیاق بیان می کند. در باره علی همکاری داوطلبانه بود و تنها روبرویی با علی و شناخت شرایط او روشنگر این امر می توانست باشد. بالاخره من و علی تنها توی 1 اتاق روبروی هم قرار می گیریم. برادری در را به روی ما می بندد و میگوید که میتوانیم چشمبندهایمان را بالا بزنیم. علی هیجان زده با شور و شوق دست مرا در دستش میگیرد. افسوس که حتی جرأت نمیکند مرا در آغوشش بگیرد. دافعه وجودی من و موج سردی احساسم مانع از نزدیکی او به من میشد. دستم را به صورتش میکشد و میگوید سیبا دوستت دارم، دوستت دارم. دلم برایت تنگ شده. ما آزاد می شویم، ما آزاد می شویم. می دونم به من بازجوهایم قول دادن. ما بیرون می رویم، ما با هم زندگی می کنیم، بچه دار می شویم. باور کن سیوا، عاشقتم، من عاشقتم. و این جمله ها تکرار می شدن. من مات و مبهوت از این حرفا که او چی داره می گه؟ آزاد می شویم؟ او چه فکری می کند؟ و توی چه دنیایی است؟ او در دنیا و عوالم خودش و من هم در دنیای بسی دور از او
در عالم و خیالات و خود. این حال این دو موجود و دو دنیای کاملا متفاوت روبروی هم نشسته بودن و هر یک حرفای خودش را می زد. من غافل و یک هپروتی از نوع دیگر در برابر حرفای او می خواستم حرفای خودم را بزنم. علی از گروه چه خبر؟ کیا دستگیر شدن؟ خط جدید چیه؟ به سوی سوسیالیسم جدید در اومده؟ بگو علی، زود باش. او منزجر و متنفر از این سوالات صورتش را در هم می کشید. با چشمان به هم فشرده و با حالت نفی و نهی این حرفا سرش را اینور و اونور تکان می داد و باز حرفای خودش را تکرار می کرد. و من نیز حرفای خودم را بیان که کوچکترین جوابی برای آنها بگیرم. این گفتگوی من و علی مستاق آن مسئله ترکی بود که یکی می گفت هدم دمم و آن دیگری می گفت دامنان دامم، یعنی کاملا بدون ارتباط با هم. او در یک مسیری بود و من در مسیر دیگر. انگار او چینی حرف می زد و من عربی و هیچ پل و رابطی این دنیاها و حرفها را به هم دیگر وصل نمی کرد. او می گفت بچه دار می شویم. من می گفتم خط جدید گروه چیه؟ من به سوی سوسیالیسم جدید در اومده. او ما آزاد می شویم و با هم زندگی می کنیم. اساساً بی ربط به هم و کاملاً جدا و منفک از هم. ما هر دو عاجزانه در این تلاش بیهوده برای ذره‌ای ارتباط فکری و درونی با هم مانده بودیم که در اتاق باز شد و همان برادر با تندی گفت وقتتان تمام شد، چشمندهایتان را بیاورید پایین. با این تشر علی باید از آن حداقل دست بیروح من که بر صورتش می فشرد نیز محروم می شد. دستی که تنها رابطه بین ما مانده بود. در واقع تمام 10-15 دقیقه هیچ شد و ما نتوانستیم حتی یک کلمه‌ای با هم تبادل فکر بکنیم. نه، ارتباط کلامی بین ما هیچ نبود. حاصل آن برخورد و ملاقات برای علی تنها گرفتن آن دست سرد من و فشردن آن بر روی صورتش شد و برای من خاطره‌ای وسیع اندوهناک که سالها باید در آن تعمق کنم. بعد از آن هرچه تلاش و خواهش و تمنا کردیم، این بار من هم به ما ملاقات ندادن که ندادم. لعنت بر آنها. تا اینکه یک روز ما را برای دادگاه صدایمان کردند. روز تعیین کننده برای هر دوی ما. من و علی کنار راهرو در انتظار ایستاده بودیم. هر دو احساس می کردیم کنار هم هستیم ولی نمی توانستیم با هم حرف بزنیم. این بار من هم می خواستم این لحظه در کنار هم بودن را ببلعم و او را در کنارم داشته باشم. ساکت بودیم و آرام، ولی روح و روان ما در وجود هم فرو می رفت و بیرون می آمد. واقعیت هایی که آن زمان به وضوح حسشان نمی کردم ولی امروز آنها را می بینم. بعد از مدتی هر دوی ما را به اتاقکی می برن. چشمایم بسته بودن ولی به نظرم فضای کوچکی بود، مثل صندوق خانه، شاید به مساحت 2×2 متر مربع. من و علی را روی صندلی با فاصله نیم متر کنار هم نشاندن و دادگاه تشریفاتی ما شروع شد. ما اجازه نداشتیم حتی چشمبندهای ما را برداریم و قاضی حکم دهنده درباره سرنوشت و زندگی ما را ببینیم. نه وکیلی داشتیم، نه دادستانی و نه حتی امکان آخرین دفاع. در عجب مانده بودم چرا نام آن را دادگاه گذاشته بودند. دادگاهی که مدت آن بیش از دقایقی نبود و زندگی انسانهایی به راحتی از این رو به آن رو می شدن. در تاریخ نوشتنی هم، نه؟ روبروی میز یک نفر به اصطلاح در موضع قاضی نشسته بود. صدای بازجوی ما از طرف راست به گوش ما می رسید. نمی دانم کدامشان بود. در آن لحظه تصویر ذهنیم از آن بازجوی خوش اخلاق مخدوش شده بود. بازجو شروع به صحبت با لحن تند و خشنی کرد. بله، این زن به هیچ عنوان همکاری نکرده. از اول دروغ گفته.
هنوز ضد انقلاب، مسئولیت‌های مختلفی داشته و و و و و توپیدن شدید به من و محکوم کردنم. زبانم بند آمده بود. میخواستم التماسش کنم که این حرفا را اینجا نزن. کاش این دعواها را در بازجویی با من میکردی. ولی اینجا کمی با رحم و عطوفت بودی. فرصت اعتراض و حتی آرزو کردن در دل نبود. بد و بیراهای مختلف به من بود که بازجویم با صدای بلند و عصبی پشت سر هم ردیف میکرد. بعد از اینها در آخر با اشاره به علی در چند جمله میگوید حاج آقا، اما این آقای رضایی با ما نهایت همکاری را کردن. ما از ایشان راضی هستیم. بی حرکت در جایم مانده بودم. آمدم بگویم برادر، شما درباره من هم اشتباه میکنید، که حاج آقا شروع به موعظه و نصیحت و نهی از منکر و هشدار به کافران و منافقین و عاقبت بد فرجام آنها کرد. بعد احساس کردم روی کاغذ چیزهایی نوشت. در آخر حاج آقا رو به علی، آقای رضایی، ما از شما و همکاریتان بسیار ممنونیم. شما کمک بسیاری به ما کردید. بفرمایید، بفرمایید، هر دوتان بروید. این بود دادگاه ما و سلام. بعدها آرزو می کردم ای کاش آنها به علی هم فوش می دادند، ولی فریبش نمی دادند. بیرون اتاق در راهرو ما منتظر بودیم. حاج آقا بیرون آمد. اینجا دیگر می توانستیم عبای او را ببینیم. علی زود به سویش می رود و من هم به دنبالش. معلوم بود باز خواهش و درخواست ما از او چه بود. من او را مخاطب قرار دادم. حاج آقا یک لحظه ببخشید، اجازه می دهید حالا که من و علی هر دو حکم گرفته ایم یک شب کنار هم باشیم؟ ما زن و شوهر هستیم و مدت زیادی است که با هم نبودیم. و علی با حالت تمنا، حاج آقا خواهش میکنم، لطفاً اجازه بدهید، خواهش میکنم. حاج آقا مردد چند لحظه سکوت میکند. چشمندم تا نیمه بود، نصف بدن او را میدیدم. در این چند لحظه سکوت بار نگاهش را بر روی خودمان احساس میکردم. نمیدانم از ذهن او چه گذشت. شاید با خودش فکر کرد اگر یک شب اینها با هم باشن شاید من حامله شوم و فردا این بچه مدعی خونه پدر و و و و دل ما می تپید. برای ما که آرزو و التماس جواب آری او را داشتیم این درنگ و تردید سخت بود و تحقیرآمیزتر در آخر جواب نه او بود. باشه برای بعد. بعد از چند روز می خواستن ما را به اوین برگردانن. دیگر تکلیف ما روشن شده بود و حکم خود را گرفته بودیم. تصمیم ها گرفته شده بود و تمام. خیلی ها نمی فهمیدن چه تصمیماتی برایشان گرفته می شود. از شور و مورا هم که خبری نبود. این برای خیلی ها به ویژه کسانی که در اروپا زندگی کردن قابل فهم نیست. در این کشورهای نیمه دموکراتیک هر انسانی نسبتاً برای خودش حق و حقوقی دارد. مثلا جواب سوالات پلیس را ندهد، اعتراض به حکمش بکند، اعتراض به تجاوز به حریم شخصی و فکریش را بکند و ده ها حقوق دیگر که متفاوت از یک کشور جهان سومی است که در آن سیستم هیرارشی و طبقاتی قوی با فرهنگ بسته ارتجاعی حاکم است. همه آماده رفتن به اوین شده بودیم. وسایل من را جمع کرده و در راه رو ایستاده بودیم تا ما را برای سوار کردن به ماشین صدای مان کنند. در این حین طبق معمول صدای علی را شنیدم. آقا خانم من کجاست؟ آقا میشه؟ آقا میشه؟ مطمئن شدم که او هم با ماست. در حال عبور از راه رو بود که صدایی به گوشم رسید. خانم سیبا نوبری، لطفاً یک دقیقه بیایید این طرف. من با شما یک صحبتی دارم. و آن صدای بازجویی بود که با من رفتار خشن و تندی داشت. متعجب گفتم بفرمایید. من میخواهم از شما حلالیت بخواهم. به زحمت جلوی خنده‌ام را گرفتم و پرسیدم حلالیت؟ حلالیت برای چی؟ برای اینکه یک بار شما مرا عصبانی کردید و من از روی غضب و خشم به تو یک سیلی زدم. من باید خودم را کنترل میکردم. ما مجری حکم الهی هستیم و حق نداریم روی عصبانیت خود به کسی اهانت کنیم. برای همین میخواهم مرا ببخشی تا مبادا سر پل صراط جلوی مرا بگیری که به تو سیلی زدم. این بار با تهخنده گفتم
آخه یادم نمیاد که شما به من سیلی زده اید. چرا، من یادم هست، عصبانی هم کردی تو را زدم. به هر حال میخواهم که مرا ببخشی. خب باشد، حالا که اینطور میگویید من شما را میبخشم، مسئله این نیست. شایدم ترسیدم اگر او را نبخشم یک سیلی دیگر بخورم. آن زمان برای من سر موزه که آنها را دشمن خود میپنداشتم، این صحنه ظاهراً مسخره و خنددار آمد. اما باید اقرار کنم این برخورد ناخودآگاه در درونم اثر خوبی گذاشت. بعد از رسیدن به اوین، حکم ها را به مسئولین مربوطه دادن. ما را جلوی یک محوطه سالن مانندی پیاده کردن. همه با بار و بندیلمان انتظار می کشیدیم. هر کسی می خواست بداند حکمش چیست. من هم مرتب از مسئولین رهگذر می پرسیدم: برادر ببخشید، می تونید بگید حکم من چیه؟ یکی داد و قال می کرد، یکی جواب نمی داد و بالاخره یکی گفت: حکم تو 12 ساله. هرچند 12 سال خیلی زیاد بود، ولی بعد از 5 ماه زندانی بودن این سالها برای من عادی شده بودن و از اینکه محکوم به اعدام نشده بودیم خوشحال می شدیم. باز در این گیرودار و شلوغی صدای علی را می شنیدم: آقا لطفاً بگویید خانم من کجاست؟ میشه یه لحظه او را ببینم؟ میشه؟ و آنقدر اصرار میکند که یکی دلش به رحم میآید و میپرسد: زنت کجاست؟ اسمش چیه؟ علی زود با خوشحالی اسمم را میگوید. آن مرد علی را پیش من آورد و با منت و عصبانیت گفت: فقط 1 دقیقه، فهمیدی؟ فقط 1 دقیقه. ما چشم‌بندهای ما را کمی بالا زدیم تا علی شروع میکند دوباره به اینکه سیبا چطوری، حالت خوبه، فلان فلان. زود حرفش را قطع میکنم و میپرسم: علی بگو چقدر فقط حکم گرفتی؟ فقط این رو میخوام بدانم. زود بگو حکمت چیه؟ من 12 سال، تو چقدر؟ زود باش. با بیتابی تام منتظر جوابش بودم، ولی او با سادگی و بیخیالی گفت: به من حکم ندادن. گفتن شما حکم نداری. استرابی در دلم افتاد. یعنی چی حکم ندادن؟ جمله‌ام به پایان نرسیده بود که آن مرد آمد و گفت: بس دیگه، چشم‌بندهایتون را بزنید پایین. و ما را از هم جدا کردند. ما از هم جدا شدیم و من نمی‌دانستم این آخرین باری است که من علیم را می‌بینم. گیج و سردرگم شده بودم. آخر یعنی چه؟ در این 4-5 ماهی که در زندان بودم، نداشتن حکم علامت بسیار بدی بود و به کسانی که اعدامی بودند حکمشان را نمی‌گفتند. مغزم به جایی راه نمی داد، محاسباتم با هم نمی خواندن. حرفای علی، باورهای او به آزادیش، برخوردهای صمیمانه بازجوها با او، صحبتهای قاضی در دادگاه و تشکرش از علی، فعالیتهای علی قبل از دستگیری من، همه چیز و همه مرا به شک و سردرگمی انداخته بود و من در همان اوهام و شک ماندم تا چند ماه بعد. علی با آن صافی و خوشباوریش اصلا این را علامت بدی نمی دانست. فکر می کرد هنوز حکم او را ندادن. همین و شاید تا آخرین لحظه زندگیش بر این باور ماند که من او را آزاد می کنم و ما با هم می توانیم زندگی کنیم. در این 1-2 ساعت در آن محبته از برادرها می خواهیم که ما را به دستشویی ببرن. توی دستشویی وقتی چشم‌بندم را برداشتم، با ناباوری زری را دیدم. زری دانشور، همسر فرهاد، از بچه های مشهد که بعداً سهندی شده بودن. برخورد او خیلی صمیمانه بود. زوغ زده از او پرسیدم: زری کی دستگیر شدی؟ تو هم کمیته مشترک بودی؟ زری دارم وقت کم تونتون تعریف کرد که بعد از دستگیری من او با علی در یک فعالیت تشکیلاتی مشترک قرار می گیرن. موقع دستگیری هر دو سوار در ماشین جیان علی بودن. سلماز بچه 1-2 ساله زری هم بغل او بود. زری در سر قرارهایش سلماز را همراه می برد تا ماموران با وجود آن بچه به آنها مشکوک نشوند، ولی این محمل هم کارساز نشده بود. او در ادامه صحبتهایش با ناراحتی گفت: سیبا، مرا جلوی بچه هم سلماز خیلی شکنجه کردن، شلاقم زدن، ولی چیزی نگفتم. اما وقتی علی را با من روبرو کردن، او همه چیز را گفت، همه را لو داد. او به همه ما خیانت کرد. من ضمن دلداری زری گفتم: میدانم. علی مسائل من را هم گفت، اما من حالت بدی که زری به علی داشت را نداشتم. از زری پرسیدم حکمت چیه؟ و آنگاه که از او هم شنیدم به من حکم ندادند، ساکت و خاموش او را نگاه کردم.
وقت دستشویی تمام شده بود. ما باید زود بیرون می رفتیم. در حین بیرون آمدن گفتم زری کاش من و تو توی یک بند بیفتیم. در مسیر راه به سوی بندها زری از پشت چادرم را گرفته و هر از گاهی آرام سیبا سیبا می کرد و چیزی می گفت. من هم یواشکی دستم را به پشت می بردم و دستش را می فشردم. بالاخره زمان تقسیم افراد به بندها رسید، ولی نه اونگونه شد که ما آرزو می کردیم. زری به بندی رفت و من به بندی دیگر و آن لحظه نقطه پایان رابطه من با زری برای همیشه گشت. همانگونه که لحظه شنیدن صدای علی از دور نیز به آن نقطه پایان پیوست. پایان قسمت سوم کتاب سیبا زنه.